دست و پام بسته است. خب ما جلسه قبل در مورد چی صحبت کردیم؟ یه صحبت اصلی داشتیم که بحث جلسه قبلمون بود، در خلالش یک در واقع مهارتی هم سعی کردیم که کسب کنیم. صحبت اصلیمون چی بود؟ یادتون نمیاد؟ آره، ما با عنوان مدل سازی سیستم های الکتریکی وارد بحث شدیم، ولی استفاده ای که ازش کردیم بیشتر، چون ما هممون مدل سازی سیستم های الکتریکی رو به شکل سادهش حتما بلدیم. چیزی که در خلال این بحث یاد گرفتیم، نوشتن معادلات حالت از روی معادلات دینامیکی توصیف کننده سیستم. بعد یه بار دیگه گراف گذار سیگنال کشیدیم، یه مرور دیگه کردیم به قاعده بهره میسون. یه مسئله هم که یک کم پیچیده تر بود از نظر ظاهری، اون رو هم حل کردیم. خب از این جلسه میخوایم در مورد مدل سازی سیستم هایی صحبت کنیم که یک کم برای ما ناآشناترند. میشه گفت که توی دروس مهندسی، به خصوص برای برقی ها و کامپیوتری ها، بیشتر برقی ها، جای خالی یک درسی به اسم مدل سازی کلن وجود داره. ما توی این دو سه جلسه سعی میکنیم که تا حدود اون جای خالی رو پر کنیم. مسلماً سیاست درس کنترل خطی اجازه نمیده که خیلی به جزئیاتش بپردازیم، ولی در حد این که خیلی هم غریبه نباشیم با سیستم های سختی که بهش ممکنه برخورد کنیم، یک معرفی مقدمه واقعا میشه گفت. چند تا نکته هست که تو این دو سه جلسه ما رعایت میکنیم. یک، ما سراغ جزئیات و جاهایی که پیچیدگی زیادی داره نمیریم. ما مدل سازی رو میخواییم برای استفاده در کنترل خطی. جا به جا وضعی ها اشاره میکنم، انتظار نداشته باشین که در عرض یک جلسه دو جلسه شما دیگه هر سیستم مکانیکی رو بتونید مدل سازی کنید. نه، خیلی پیچیده است بعضی از سیستم های مکانیکی. ما از اون پیچیدگی ها صرف نظر میکنیم، شکل های ساده تری ازش بیان میکنیم و همینطور در مورد سیستم های هیدرولیکی و ترمودینامیکی. حالا البته بچه هایی که بعداً کنترل میشن یه درس ترمودینامیک میگذرونن که اونجا خب مفصل موضوع رو میبینن، و یه درس اختیاری مکانیک سیالات هم دارن که اونجا مدل سازی سیستم های هیدرولیکی رو، سیالاتی رو خب جدیتر میبینن. نکته دیگه این که خیلی سعی میکنیم دیگه بر نگردیم مرور قبلن بکنیم، گراف گذار سیگنال بکشیم، معادله حالت درآوریم، اینا رو همه رو دوباره جمع میکنیم، آخر یه بار در مورد فضای حالت و معادلات حالت صحبت میکنیم. تو مثال شاید یکم بهش رجوع کنیم، ولی هدف اصلیمون صرفا الان اینه که برای یه سیستمی که میذارن جلومون بتونیم معادلاتی که داره رفتار سیستم رو کامل توصیف میکنه اما ساده بنویسیم. میریم سراغ مدل سازی سیستم های مکانیکی انتقالی. من اسم خطی روش نمیذارم چون با اون خطی خودمون قاطی نشه.
هر سیستم، هر مجموعه سیستم، خانواده سیستمی رو که ما شروع میکنیم باید دو تا چیز رو بدونیم. یکی المان هایی که دارن اون تشکیل میدن، عناصر و روابطی که این عناصر رو به همدیگه مرتبط میکنن. یا مثلا اینجوری بگیم چینش این عناصر. عناصری که ما توی سیستم های مکانیکی انتقالی بررسی میکنیم جرم، فنر، میرا کننده یا دمپر. و یه صحبتی هم در مورد استکاک خواهیم کرد. بعدا میبینی استکاک برای ما میاد میشه یه میرا کننده. خب روابطی که ما باهاش سر و کار داریم روابطیه که داره اینها رو توصیف میکنه. متغیرهایی هم وجود داره. توی سیستم مکانیکی انتقالی ما جا به جایی رو داریم، یا موقعیت، سرعت رو داریم و شتاب. اینا این ستا از یه جنسن، مشتق با انتگرال هم دیگن، ولی نیرو در واقع یک مفهوم مرتبط اما مجزا از این هاست. این هم از در واقع متغیرهایی که ما توی اینجور سیستما بهش بر میخوریم. روابطی که وجود داره در واقع این متغیرها رو برای هر کدوم از این عناصر داره توصیف میکنه. بیاین تک تک بریم جلو. برای جرم قانون دوم نیوتن، دومه مجموعه نیروهای وارد به یک جرم میشه ام آ، یا بیاین بر حسب ایکس بخواییم بیانش کنیم مشتق دوم جابجایی یا مشتق اول سرعت. دیگه اینا رو میدونیم. در مورد فنر با ضریب سختی کا، اگر که جا به جایی این ایکس یک باشه، جا به جایی این ایکس دو باشه. یه جهت هم به عنوان جهت مثبت در نظر میگیریم. ما فعلا همه سیستمایی که بررسی میکنیم در یه جهت دارن تغییر میکنن، دو درجه آزادی نیستن، یه درجه آزادی دارن. یک نیروی اینجا وجود داره F1، یه نیروی اینجا وجود داره F2. یه بار ببینیم که جهت‌ها رو چجوری می‌نویسیم که دیگه از این به بعد هر دفعه مجبور نباشین تصور کنین خب اگه این از اون بیشتر بود نیرو به کدوم طرف وارد میشه. نیرویی که F1 تولید میکنه با در نظر گرفتن جهت هست کا در X2 منهای X1، نیرویی که F2 در این جهت، نیرویی که به این سر وارد میشه در این جهت کا در X1 منهای X2. در مورد دمپر خیلی شبیه فنره، فقط رابطه این نیرو با سرعته و جا به جایی نیست. اگر اینجا سرعتش V1 باشه، این انتها سرعتش V2 باشه، نیرویی که در این جهت وارد میشه این
با ضریب میرایی بی هست بی در وی دو منهای وی یک، نیرویی که اینجا وارد میشه بی در وی یک منهای وی دو. به جهت ها دقت کنید، فنره که هممون میشناسیم، خواستید چک کنیم ببینیم مثلا این رابطه درسته یا نه. اگر که x1 بزرگتر از x2 باشه، با توجه به جهتشون میگم بزرگتر، یعنی این فنر جمع میشه، درسته؟ فنر که جمع بشه به دو سرش نیرو برخلاف در واقع وسط فنر وارد میکنه. خب پس نیرویی که به این سمت وارد میشه مثبت خواهد بود، که خب این رابطه داره اینو تایید میکنه. اگر دیگه لازم نیست تو هر مسئله ای، تو هر نمیدونم سیستمی، یا این دونه دونه بشینید حساب کنید، همه روابط حاکمه. دمپر رو کسی مثالی ازش دیده؟ آره، البته در مجموعه ای از فنر دمپر، یعنی اگه فقط دمپر داشته باشه شما در باز میکنین بعد ولش میکنین همونجا باید وایسه، فنره میکشنتش، دمپره جلوگیری میکنه از این که این به سرعت زیاد بیاد و تق بخوره به هم. یه مثال دیگه چی؟ ببین اون درسته، یه مقاومتی وجود داره، ولی حالا این در واقع کارکرد مثبت دمپر نیست، اتفاق میافته اونجا، اتفاقا کارکرد منفیشه، کدی باید زور بزنی. کمک فنر ماشین، چیزی که بهش میگن کمک فنر، فنر نیست، دمپره. یه در واقع حالا کمک فنرهای آره دیگه جلو و عقب هر دوش اینجوریه، هیچ کنون بزنیم دیدی؟ دو سر داره که اون دوتا رو اگه بگیرین با دستتون با سرعت بخواین ببندین، تقریبا با زور دست نمیشه این کار کرد، ولی اگه آروم آروم فشارش بدین بس. در مقابل سرعت مقاومت داره، ولی در مقابل جا به جایی نه. خب ما در مورد جرم گفتیم، در مورد فنر گفتیم، در مورد دمپر گفتیم، در مورد استکاک بذاریم یک کم دیگه صحبت میکنیم، متغیرها رو هم گفتیم. حالا بیاین یک سیستم ساده رو بررسی کنیم. که به این جرم وارد میشه، حالا خروجیمون یا سرعت یا جا به جایی، خیلی مهم نیست، فرض کنید سرعت. حالا توی این مثال برای اینکه معادلات دینامیکی همچین سیستمی رو به دست بیارم، باید در واقع نیروهایی که به فنر، این روابطی که برای فنر، برای دمپر و برای جرم وجود داره رو بنویسم. جهت مثبت رو به این طرف در نظر بگیریم. مجموعه نیروهایی که در جهت مثبت به این جرم وارد میشه چیه؟ اف آی که اصلا نیروی ورودیه، نیرویی که در این جهت از این فنر، این فنره مثلا با ضریب سختی کا، دمپر هم با مقاومت بی، نیرویی که اینجا اف کا، یه نیروی اف کا وارد میشه، یه نیروی اف بی. نیروی اف کا چیه مقدارش؟ کا
کار در x1 که صفره چون این برای ثابته، x2 هم که همون xه میشه به اضافه کار در صفر منهای x. نیرویی که دمپر داره وارد میکنه b در این بر دوباره ثابته صفر منهای سرعت این طرف دمپر دی ایکس به دی تی. خب این مجموعه نیروها مساویه با ام آ با فرض شرایط اولیه صفر از این تبدیل لاپلاس میگیریم. به چی میرسیم؟ f i s منهای k x s منهای b s x s مساوی n s 2 دو تا مشتق x s. خب یه جمع جورش بکنیم x s b f i s میشه چی؟ این رو میبریم اون طرف، یک تقسیم بره m s 2 به اضافه b s به اضافه k. سوالی هست؟ دارم. من میگم این با این یکی برای من دقیقا یک مثال هست. برای شما هستن یا نه؟ نه درست. برای شما هست یا نه؟ این وزنه تکلیفش چیه اینجا؟ شرایط اولیه یکم آره اثرش میتونه شرایط اولیه باشه. من یه جور دیگه میگم، من میگم که این فرض میکنم به حالت پایدار رسیده، از اون به بعد افعالی دارم وارد میکنم. یعنی چی؟ یعنی این فنره انقدر کش اومده که وزن خونسا کرده، همه یه چیزایی که اینجا دارم مینویسم مال بعد از اونه، در نتیجه انگار که وزنی وجود نداره، با این مسئله یکیه. اینو خیلی حواستون باشه که ما با این استدلال که داریم تغییرات بعد از حالت ماندگار رو بررسی میکنیم، یعنی هر چیزی رسیده به حالت ماندگارش و از اون بعد داریم تغییرات رو بررسی میکنیم، از هر چیزی که مقدار ثابته صرف نظر میکنیم. یکی از مقادیر ثابت وزنه. میتونیم یه مقدار ثابت دیگه تو سیستم مکانیکی مثال بزنیم؟ آفرین. چه استکاکی؟ کی گفت؟ تو گفتی؟ چون زد در یه ضریبی میکردیم تا این فهمیم این زد ام جی هم یه ضریب ثابتی هم که داشت پس کلن ثابت. استکاک ایستا نگیم اسمشو، بگیم استکاک خشک. چون ببینیم در مورد استکاک،
استکاک، استکاک خشک داریم، استکاک تر به معنی استکاک ویسکوز داریم. خب استکاک خشک خودش دوتا داره، یه استکاک ایستاره، هنوز جسم شروع به حرکت نکرده که اصلا برای ما مهم نیست، به این علت که ما داریم حرکت رو بررسی میکنیم. یه استکاک جنبشی داریم که بعد از حرکت جسم. استکاک جنبشی یک ضریبی از نیروی عمود بر سطح. در مسائلی که نیروی عمود بر سطح ثابته، که مسائلیه که ما بررسی میکنیم، استکاک میشه یه مقدار ثابت، ما صرف نظر میکنیم ازش. ولی ببینیم نادیده نگرفتیمش ها. بیاین این مثال رو ببینیم، همون مثال بالاه، فرض کنیم همون مثال اون یکی، فقط این دفعه این چسبیده بزنه، یه استکاکی داره، اینا بفهمین کافیه، هیچ چیز نوشتنی و چیزی هم نداره. اگر این استکاک داشته باشه، قسمت استکاک ثابته، درسته؟ قسمتی از این نیرو صرف این استکاک ثابت میشه خود به خود وقتی این داره حرکت میکنه. من میام میگم پس من اینو میگیرم، نیرومو میگیرم، اون نیرو اصلیه، منهای اون قسمت ثابته، دیگه همه چی حله، اصلا یه لازم نیست به استکاک خشک توجه کنم. مثل همین وزن است، فرض کردم این فنره اینقدر باز شده که وزن خونسا کرده، حالا از اون به بعد چیه؟ این داره حرکت میکنه، قسمتی از این نیرو رو خونسا کرده، من اصلا با اون کاری ندارم. وقتی اینجا می نویسم FI، منظورم قسمت علاوه بر اون نیروه. اگه بخوام استکاک رو در نظر بگیرم، سیستمم دیگه خطی نمیشه، چون یه مقدار ثابت داره. یه سیستمی که مقدار ثابت داره دیگه خطی نیست. پس فقط من نتیجه شو می نویسم. FI از نظر ما قسمتی از نیروه که استکاک ازش اومده بیرون. آره، ما با اون یکیش کاری نداریم. در اینجا این با حالتی که برای ما چرخ داشته باشه از نظر استکاک خشک فرقی نداره. پس من میگم با توجه به ثابت بودن نیروی استکاک خشک، از این استکاک صرف نظر می شود. این صرف نظرمون از ضعف نیست، از ضعفمون نیست که صرف نظر می کنیم، اصلا لازم نیست بررسیش کنیم. اما استکاک تر رو خیلی، شاید استکاک تر واژه خوبی نباشه، استکاک ویسکوز متناسب با سرعت در نظر گرفته می شود. فارسیش همونه، فارسیش چیه؟ آها، گرام روی، آفرین. البته اینو به عنوان
ببین مسئله ای بخوایم نگاه کنیم، من میگم که خب اگه یه علامت زدم اینجا، گفتم یه بی نمیدونم مثلا یه بی کوچیکی وجود داره، معنیش اینه که یک نیروی اف بی به این سمت داره عمل میکنه مساویه با بی ضرب داره دی ایکس به دی تی. این مسئله ایشه، ولش کنی. در عمل شما در سرعت‌های پایین نیازی به بررسی استکاک ویسکوز نداری، تو سرعت‌های بالا اینا مهم میشه. من یه جسمی رو دارین حرکت میدین، اصولاً مقاومت هوایی وجود نداره، این خیلی خیلی قابل صرف نظر کردنه، ما هم بی خودی کار خودمون سخت نمی کنیم. تو سرعت‌های بالا اما مهم میشه، توی سیال اگه میخواین حرکت بدین مهم میشه. اینو برای پروژه هاتون گفتم اگه میخواین مدل سازی کنین. آره، بحث اینجاست که این رابطه یه رابطه 100% دقیق نیست، در سرعت‌های مختلف متفاوته، یه حد اشباع داره، اصلا از یه حدی بیشتر نمیشه این نیرو. سرعت حدی که مثلا در موردش صحبت میکنیم، شما یه جسمی رو از یه ارتفاع خیلی زیادی اگه بندازیم پایین دائما شتاب زیاد نمیشه، یه جایی میرسه به یه حدی. ولی ما بیش از این دیگه نمیتونیم درنه، چون سیستم غیر خطی میشه. مثلا یه جایی به بعد ممکنه این متناسب با توان دو سرعت باشه، دیگه ما در نظرش نمیگیریم مثلا، یا پس یا کلا در نظر نمیگیریم، یا اگر در نظر بگیریم به صورت ضریبی از سرعت در نظر میگیریم. گفت جنسش میشه مثل چی؟ میشه مثل دمپر، فرقی با دمپر برای ما نداره. خب این هم از استکاک. سوال نداریم؟ خب بحث بعدیمون، ما میتونیم ببین با این فرض که ماها در مدل سازی سیستم های الکتریکی خیلی خوبیم، میتونیم سیستم های مکانیکی رو معادل الکتریکیش رو پیدا کنیم، که حالا اگه الکتریکی رو دستمونه از الکتریکی استفاده کنیم. این یک. دو اینه که تو سیستم های الکترومکانیکی که یه قسمت الکتریکی دارن یه قسمت مکانیکی دارن، بعضی وقتا برای اینکه همه سیستم رو با هم تو یک شکل نمایش بدیم، قسمت مکانیکیشو معادل الکتریکی براش پیدا میکنیم، بعد اون کلا میشه یه مدار، یعنی همش از یه جنس، راحت میتونیم باهاش کار کنیم. چجوری این کار انجام میدیم؟ در واقع ادامه ماجرا، مدار الکتریکیه معادل سیستم های مکانیکی. ببینید این مدل، این معادل سازی رو، این معادل سازی رو من فقط برای سیستم های مکانیکی انتقالی میگم، ولی برای سیستم های دورانی هم وجود داره، برای سیستم های هیدرولیکی هم وجود داره، برای سیستم های سیال هم وجود داره، ولی یه دونش رو یاد بگیرین قاعدش دستتون میاد. البته من خودم اصولا برام راحت تره که یه اگه میخوام، اگه هدفم به دست آوردن تابع تبدیله، برام راحت تره که خود سیستم مکانیکی رو بررسی کنم، ولی اگه شما براتون راحت تره که سیستم تبدیلش کنین به سیستم الکتریکی بعد بررسیش کنین، دیگه میل خودتونه. چجوری این کار انجام میدیم؟ در واقع ما میایم بین متغیرهای یه سیستم مکانیکی
و متغیرهای سیستم الکتریکی یه تناظر برقرار میگیم، فرض کنیم این اینه، این یکی هم اینه، بعد میریم معادل با اون فرض معادل عناصر رو پیدا میکنیم و نحوه به هم وصل کردن عناصر رو. من سعی دارم الان در ذهنم سعی میکنم که این در قالب یک جدولی براتون بکشم. اینجا خیلی کوچک میشه، این اگه نوشتیم پاکش کنم. معادل سازی داریم، یکی بگیم معادل یک که ارتباط بین عناصر دوتا فضا اینه، ولتاژ متناظر با نیرو، جریان متناظر با سرعت. دومی جای اینا عوض میشه، ولتاژ متناظر با سرعت، جریان متناظر با نیرو. حالا ببینین با این ترتیبی که ما اینجا تعریف میکنیم، المان‌های مکانیکی معادل الکتریکیشون چی میشه؟ المان‌های مکانیکی که ما داریم چیه؟ جرم ام فنر کا دمپر بی. خب جرم ام رابطه نیرو سرعتش چیه؟ F مساوی M D V به D T. اگر F که نیروی ولتاژ بشه، این میشه V، این V ولتاژ ها، خب V مساویه با، بذار اینا رو با مثلا چی نشون بدیم، V بار مثلا، V ولتا گرد سر درست میکنم، این V بار I V F. F معادل V، M سر جای خودش، وی بار معادل جریان، دی آی به دی تی. این رابطه چیه تو مداره الکتریکی؟ سلفه، سلفیه با القا کنندگی ام، درسته؟ پس جرم ام میشه سلف ام. تو این یکی F جایگزینش چیه؟ نیرو جایگزینش جریانه. I مساوی با M، سرعت ولتاژ هم به جای سرعت ولتاژ میزنم، D V به D T. این رابطه چیه؟ خازن با ظرفیت ام. خب دیگه سریع شما بگین رابطه فنر F مساوی کا انتگرال V، یعنی همون X V بار،
حالت میشه ولتاژ مساویه با کا انتگرال آی دی تی. این رابطه چیه؟ خازنه. با چه ظرفیتی؟ این بار چی میشه؟ به جای F I مساوی K انتگرال V دی تی. این رابطه چیه تو مدار؟ سلف با الغا کنندگی یک کن. خب اینم باید تو این حدس بزنیم چیه؟ F مساوی B V، یا به عبارتی V مساوی B I، مقاومت B. این برم میشه I مساوی B V، میشه مقاومت یک میام. حالا با این ترتیب اون مثالی که اینجا زدیم و میخوام معادلش رو رسم کنم. اول تو روش اول ورودی من چیه؟ نیرو. نیرو معادل ولتاژه، پس یه منبع ولتاژ دارم. منبع ولتاژی دارم که مقدارش اف آیه. خب این فنر و دمپری که اینجا دارم جا به جاییشون با هم یکسان. حالا اینکه شما فرض نکنید البته جرمه اینجوری اینجوری میشه، جا به جاییشون با هم یکسانه، یعنی سرعتشون با هم یکسانه، بنابراین جریانشون با هم مساویه، سری هم. خب و نیرویی که من دارم وارد میکنم که معادل ولتاژه، یعنی ولتاژی که داره از اینجا میاد، یه قسمتیشو فنر داره هدر میده صرف میکنه، یه قسمتیشو دمپره. پس اینم دوباره داره میگه که اینا سری هم. خب پس این دمپره که تو این حالت همون مقدار بی بود، به اضافه یه دونه فنر دارم که معادل خازنه، درسته؟ این هست که مقدارش یک کام. خب دیگه چی دارم اینجا؟ یه جرم دارم که اون جرم هم داره قسمتی از نیرو رو صرف میکنه، یه قسمتی از نیرو صرف کش اومدن فنر میشه، یه قسمتی از نیرو صرف باز شدن دمپر میشه، یه قسمتی از نیرو داره صرف شتاب گرفتن اون جرمه میشه. نیرو معادل چیه؟ ولتاژ. پس یه ولتاژی هم داره میره توی جرمه که جرم معادل یک سلف. درسته من بگم اینو به این ترتیب بذارم؟ جریاناشون با هم یکیه؟ جریاناشون برای اینکه یکی باشه یعنی باید سرعتاشون یکی باشه. یکیه. اینم به مقدار این پایینی رو، این پایینی رو خودتون رسم کنید. البته خوشگل‌تر بود که اینو اول می‌ذاشتم. اگه بخواستین از این ور بگین خب یه منبع ولتاژی هست، قسمتی از ولتاژش در این هدر میره، اینو می‌ذاشتم بالا. فرقی نمی‌کنه ولی متعادل‌تره. ما دومیشو بکشیم ببینم. این کارو بعد نذاشتم. چی؟ این
شما باید این کارو بلد باشین، ولی اینکه این کارو میکنین یا نمیکنین وقتی دستتون رو باز گذاشتن به خودتون مربوطه. من معمولا از این استفاده نمیکنم. آها خروجی راست میگه، خروجی ایکس درسته که ایکس میشه چی؟ این ما برای اینکه معادل کنیم مجموعیم از سرعت استفاده کنیم. خب اگه ایکس و وی که یه رابطه خیلی مشخص با هم دارن، اون هم اینه که این انتگرال اون یکیه یا اون مشتق این یکیه. حالا اگه بگیم خروجی سرعته، اینجا سرعت تو این مدار که خروجی باشه، این که ورودیمون شد تو این مدار، خروجی میشه چی؟ جریانه. پس مثلا این میشه همون وی بار، چون اونجا نوشتم وی، دیگه اینجا می نویسم وی بار. خب بعد اون خروجی من میشه انتگرال وی دی تی. چی شد پایینی؟ خب آره دیگه، وقتی اون سه تا سری شدن این سه تا موازی میشن. دقیقاً این دوتا مدار معادل نورتون و توننن همدیگن. البته من از نورتون توننن فقط اسمش یادم مونده. خب اینجا ورودی ما که نیروی معادل جریان، پس من یک منبع جریان دارم به میزان اف آی. این نیرو میاد در جرم صرف میشه، یه قسمتیش، یعنی معادل این طرف، قسمتی از جریان میره توی صرف، پس این جریانه میاد توی جرم. جرم معادل یک خازنه به مقدار M، یه قسمت دیگهش میره، قسمتی از نیرو، قسمتی از نیرو میره پخش میشه بین اون دوتا که یکیش فنره، فنر معادل صرف یک کامه، قسمتیش هم یک مقاومت یک بیومه. میتونید چک کنید که ولتاژ این در واقع جابجایی این دوتا مساویه، در نتیجه ولتاژشون مساویه. نه نه مقاومت بستگی داره کجا وصلش میکنید. الان یه مثال میزنیم میبینیم مقاومت شما که همیشه لازم نیست یه سرش زمین باشه یا یه سرش به منبع ولتاژ باشه، میتونه اصلا یه جای دیگه باشه، میتونه بین یه سلف و قازن دیگه باشه. الان تو این داره میگه پایینی یا هر دو؟ خب مشخصه مقاومت اینه که آر در آیش یه دن آیدنه بشه ولتاژ، بله، ولی دمپر اینه که اختلاف سرعتش. خب بیا همین بالاییه رو نگاه کنیم، مشخصه جریان اینه که اختلاف پتانسیل دو سرش رو به جریان تبدیل میکنه. خب اختلاف نیروی دو سرش رو به چی تبدیل میکنه؟ سرعت. اختلاف نیروی دو سرش رو به سرعت تبدیل میکنه. اینو میتونم اینجوری هم بنویسم که V1 منهای V2 مساوی یک بیوم F1 دیگه. بگو چی؟ نه چرا؟ چجوری حساب کردی؟ از جریمه برای چی؟ دو برابر کجا بردی؟
نه ما اصلا عددها رو نمیدونیم، نمیدونیم ام چنده، بی چنده، آر چنده. جا به جایی، جا به جایی اینا با هم مساوی هن ها؟ مجموع جا به جایی این دوتا بله دوباره اون هست، مجموع جا به جایی این دوتا دو برابر اون هست. خب جا به جایی مجموع جا به جایی این دوتا، مثلا این حرف درستیه؟ نه حرف درستی نیست. ما داریم میگیم، من خودم اولش گفتم داریم میگم جا به جایی این سه تا مساوی هم دیگه است. یا اینجوری بگم جا به جایی این سه تا مساوی هم دیگه است، اینجا میشه چی؟ ولتاژ این سه تا مساوی. خب بله، پس ولتاژ این به اضافه ولتاژ این، خب معلوم دو برابر ولتاژ این، یعنی وقتی سه تاشون با هم مساوی، به جریان ربطی پیدا نمی کنه. خب بگو. اگه اینطوریه خب اگه مثلا این مدار پیچیده رو که ما اینا تبدیل میزنیم همین کنیم اینا، واقعا سیستم داریم که میسازیم صفحه کنیم وایستر میدیم که دوستیم. اولا که این کارو با خود مدارم میشه کرد، یه مدار پیچیده رو میسازیم بعد بهش ولتاژ رو میدیم یا جریان رو میدیم، مثلا میکنیم وایستر میدیم، چه اتفاق میفته؟ مکانیکیش هم عملیه، ولی مثلا خب چون مدار واقعی میکنیم با بولتون رو کاملا اندازه بگیریم، یعنی خب چون حدا داره بالاخره این هم باید اندازه بگیریم، مکانیکی هم باید اندازه بگیریم. حدا نداره اگه شما با میلیمتر سانتیمتر دقیقا نداره حدای مثلا ماقیمت رو بولتون رو نداره. نه سب کنیم، بحث داره جا... به جایی جالب میرسه. ما چجوری، ما جا به جایی رو چجوری اندازه میگیریم؟ خطکش که حتما میریم میخونیم دیگه، خطکش رو دیگه، اون که حتما خطا داره، حتما خطا داره. بعد نکته مهم اینه که ما توی کنترل خیلی کار نداریم، که یعنی اینجوری بگم فقط برامون مهم نیست که در حالت ماندگار چه اتفاقی میفته ها. این بگیم این مدار رو میسازیم، جریان رو میدیم، سب میکنیم برسه به حالت ماندگار، نه ما اون گزراش هم برامون مهمه. اگه گزراش برامون مهم نبود طبیعی لاپلاس استفاده نمیکرد، یعنی اصلا از معادله دینامیکی استفاده نمیکردیم، مشتق مال حالت گزراه. اگه رسید به یه حالت استیبل یعنی هیچ متغیری عوض نمیشه، یعنی مشتقش صفره. و اون وقت برای این که لحظه به لحظه اینا رو اندازه بگیریم که بتونیم یه مدل دینامیکی براش دراریم، یک تو سیستم‌های پیچیده کار سختیه، دو کار هزینه بریه، سه اگه سیستم ناپایدار بود چی؟ شما میخواید بذاری ران کنی که اندازه بگیری، همون ران که میکنی سیستم از بین میره. نیاز داریم که قبلش یک برداشتی از مدلمون داشته باشیم. مدارکی که به هر حال با یه حضوری زیادی با یه مکانیکی مدل کرد به عنوان یک جواب فلسفی آره، یعنی از نظر شدنی بودن بله میشه. خب ولی اینی که چقدر هزینه داره، هزینه زمانم توشه ها، سعی میکنم سادش کنم. و البته اون یه روش هست، همچنان اون یه روشه. شما میگی که من یکی از روش هایی که تابع تبدیل یه سیستم یا معادلات یه سیستم رو پیدا میکنن روش های مبتنی بر دادن، اصلا این کارا نمیکنم، میگم داده ها رو جمع کن، من میام به داده های مدل فیت میکنم. یعنی ببین بحث مثلا فرض کن شما میگی من اینو رام اندازم، جریان اینجا رو اندازه میگیرم، ولتاژ هم اندازه میگیرم اینجاها، خب حتی جریان دونه دونه اینا رو اندازه میگیرم. حالا یه مجموعه داده دارم، میرم مدل های مختلف رو امتحان میکنم
ببینم به کدوم میخوره، یعنی به کدومشون اگه همین ورودی رو بدم همون خروجی رو میده یا تقریبا همون خروجی رو میده، اون میشه مدلی که فیته به این سیستم. اون هم یه روش مدل سازیه، نه اون به تنهایی همه کار میتونه بکنه نه این به تنهایی همه کار میتونه بکنه، معمولا یه ترکیبیش رو استفاده میکنی. ولی ما اینجا بحثمون صرفا در مورد مدل سازی به همین روشه، اون میشه مبحث درس شناسایی سیستم. خب نه میشه میشه مقاومت. خب سرعت خودش متغیره، به منبع نابسته هم منبع وابسته رو هم میتونیم واقعا به صورت یه مدار ببینیمش، فقط برای اینکه سادش کنیم اینو از اون ور نکشیم اینو از این ور، اینو به صورت یه منبع وابسته. عارف خب بریم سراغ یک مثال یک کم پیچیده تر. بنویسیم معادلاتش بگو. این یک چینشی داره که یک کم عجیبه، یعنی خیلی معمول نیست. اونم اینه که از مکانیکی فنر و دمپر سری هم دیگه گذاشته، به جز این شما دیگه همه معادلاتشو باید بتونیم بنویسیم، اونم هم باید بتونیم بنویسیم. ولی چی؟ ها نه این اصلا نیرو داره ها، ولی ورودیش نیرو نیست، ورودیش سرعته و متغیرهایی هم که ما دنبالشیم سرعت. این نیروها رو این وسط خودتون باید استفاده کنید. آره ما توی مدار RLC یه حالتی داریم که تشدید اتفاق میفته دیگه، درسته؟ توی جرم فنر دمپر هم این اتفاق میتونه بیفته. استکاک رو صرف نظر کنم، میتونه تشدید اتفاق. اصلا یه مثال مهم میداره مراسم افتتاحیه یک پلی در آمریکا. اگر کسی دقیق تر از من میدونه بگه، من خیلی همچون کلی میدونم که در واقع بر اثر رژه منظم سربازا یه تشدیدی اتفاق افتاد، یعنی یه فرکانسی تولید شد، اون فرکانس در اون سیستم مکانیکی که واقعا مدل سادهش یه مدل جرم فنر دمپره تشدید شد، انقدر دیگه دامنش زیاد شد که یه پل از بین رفت. ذری بشه مثلا همینجور که برای اینا ذری به سختی و ذری به دمپینگ نوشتم، اینم ذری به اون است، ذری به ضرب در ویه. حالا بی سه وی. حالا من
مجبورم یه متغیر کمکی خودم بکشم، بعدا خود به خود تو معادلات حذف میشه. اینم اینجاست. اینو فرض کنین حالا XA یا اگه سرعتش رو خواستین استفاده کنین VA. چون شما میخواین نیروهای فنر و نیروهای دمپر رو بنویسین، نیاز به جابجایی دو طرفش دارین، باید متغیر در نظر بگیرید، خودش حذف میشه. من اول از همه میگم مجموع نیروها در این اتصال باید صفر باشه. اگه صفر نباشه چی میشه؟ چون جرم نداریم اینجا، معادلش این شتاب بی‌نهایت میگه، یا پاره میشه یا نمیشه اتفاق. چون ما اونا رو سوید در نظر میگیریم، مجموع نیروها باید صفر باشه. خب مجموع نیروهای در این جهت، یکی از فنر میاد یکی از دمپر، اونی که از فنر میاد چیه؟ من سعی میکنم از اون روانی که نوشته بودیم تبعیت کنم. به اضافه نیرویی که از دمپر میاد میشه بی یک ایکس یک منهای ایکس عادت مشتقش. من دیگه با دات مشتقش رو می نویسم، ایکس یک دات منهای ایکس آ دات. این باید صفر باشه. خب بریم سراغ جرم ام یک. بگین من نیروهاشو بنویسم، همه نیروهایی که در اون جهت داره وارد میشه، ام یک ایکس یک دبل دات مساویه با بگین بی یک ایکس آ دات منهای ایکس یک دات. بله دیگه چی؟ کی دو ایکس دو منهای ایکس یک دات نداره، به علاوه بی دو دیگه نیرو داریم؟ نه، استقاق هم که نداره. خب آخری جرم ام دو، ام دو ایکس دو دبل دات مساویه با K2 X1 منهای X2. بله این استکاکه مثل اینه که من ورش دارم یه دمپر اینجا بذارم به مقدار B3 که وصل به همون جایی که داره استکاک وارد میشه میشه چی؟ بی سه بگید بی سه چی؟ بی سه صفر منهای ایکس دو. ها؟ آره ایکس دو دات، ایکس دو دات. مرسی. خب مدار معادلش
من به این روش پایینی رسم من الان نگفتم که چی ورودیه چی خروجیه، ولی با علامت گذاری که کردم حالا یا این جا به جایی یا این سرعت ورودیه که من چون مدار معادل میخوام رسم کنم سرعت رو در نظر بگیرم و حالا دیگه خروجیش خیلی مهم بود، هر کدوم خواستین هر سیگنال این وسط رو خواستین خروجی مدار معادل به روش دو یک چند لحظه ای سعی کنین که این مدار معادل رو بکشین. من ورودیشو فقط بنویسم، ورودیش همین وی آیه سرعت یا جابجایی که حالا به اون دادیم. بیاییم موقعیت این دوتا رو اول نسبت به هم بفهمیم چی به چیه. این دوتا جابجایی هاشون با هم مساویه یا نیروهاشون؟ نیروهاشون نیرو معادل چیه؟ جریان. پس سری خب سلف چی بود؟ چیز فنر چی بود؟ سلف مقاومت. خب این نیرو میاد در این قسمتیش صرف میشه، این جا به جایی هایی هم که نوشتیم، جا به جایی سرعت هایی که نوشتیم نسبت به مختصات ثابته ها، یعنی این سرعتش نسبت به این نیست، سرعتش نسبت به این ثابت است. جرم معادل فازم بود. یه قسمتی از جریانش اومده تو این، جریان معادل نیروه، بقیه نیرو رفته سمت دیگه. این دوتا الان موازی هم درسته؟ یه سلف داریم یه دونم مقاومت، اینها هم یک نیروی رو در خودشون از بین میبرن، میرسه به جرم M2. جرم M2 هم داره چیکار میکنه؟ جرم M2 داره یه نیروی رو در خودش از بین میبره. حالا به نظرتون این آخری که یه مقاومته باید سری این بذارم یا موازی این؟ موازی میشه. خب فقط دونه دونه بریم. فنر کا میشه سلف یک کام، این یک بروی کا یک، یک بروی بی یک، این جرم ام یک، یک بروی کا دو، یک بروی بی دو، جرم ام دو، یک بروی بی سه. کدوم؟ این مقاومت و این خازن؟ نه نیروهای چیشون یکیه؟ نه سرعتشون جا به جاییشون یکیه،
هر چقدر این جا به جا بشه این هم جا به جا میشه، درسته؟ نه اینا جا به جایشون چرا باید با هم یکی باشه؟ یکیشون میتونه اصلا جا به جا نشه، اون یکی جا به جاش. آخه اگه بخواییم نه 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 این بدون اینکه جسم کج بشه ها، یه فنره یه دمپر، فرض کن فنره، فرض کن شما با سرعت خیلی کم اینو میکشی، نه باش با سرعت خیلی زیاد اینو میکشی، خب دمپر اینقدر آمده زیادی که اصلا تکون نمیخوره، میاد کامل، جا به جایی نداره، ولی فنره باز میشه. جا به جایی این کل یه بحث دیگه است. ما داریم در مورد جا به جایی این و جا به جایی این صحبت میکنیم. آها نه اون دیگه حالا بستگی داره که اون دیگه بستگی داره من به کجا نیرو وارد کنم. آره ما اینو داریم با یه سرعتی پای می‌بینیم جلو. اگه من اینجوری فرض بگم که کادو بیده که من سرعتشون متفاوت باشه، به هم دلیلی که اونا دارن متفاوت باشن، کادو بیده هم باید متفاوت باشه. نه 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 اینا دوتا کادو بیده نمیتونن متفاوت باشن. اگه قرار باشه مثلا فرض کن بیدو نذاره این اتفاق بیفته، خود به خود کادو هم براشون اتفاق چرا نمیشه؟ برای اینکه اینا سری هن. ببین برای اینکه موضوع رو درک کنی فرض کن اینا توی یه قیدی هن که نمیتونن اینجوری اینجوری بشن. ما داریم فقط در حالت خطی بررسیشون میکنیم، در یه جهت بررسی میکنیم، ولی این میتونه، میتونه یکیش کش بیاد یکیش نیاد. جرم M1 با کادو و بیدو چیش یکیه؟ نه ببین جا به جایی یک سر اینا با این یکیه. بعد جا به جایی معادل چیه؟ سرعت معادل ولتاژه. ببین همینه ها، ولتاژ یه سر این خازن با ولتاژ یک سر اینه یکی. M1 میتونه تکون نخوره، بله بله فنره و دمپره تکون بخوره. سب کن M1 تکون نخوره، نخوره بیده چجوری تکون مخورم؟ اگه M1 ثابت باشه اگه ببین حواست باشه که حرکت از این ور داره به این ور منتقل میشه، این خودش حرکتی نداره. آره نه برای اینکه تو داری تصور میکنی دیگه، برای اینکه درست تصور کنی حرکت داره از این ور به این ور میاد، چرا میتونه داشته باشه ها، ولی اون دیگه تصورش سخت میشه. فرض کن اینا همه ثابتن، رسیدن به یه حالت ماندگار ثابت، حالا تو یه حرکت میدی به این، تا این تکون نخوره این تکون نمیخوره. آره تصور کنیم همین قراره، این داره کمک میکنه به تصور، ولی میگم نه اگه تصور میکنیم حالت ساده ای رو که میتونیم تصور کنیم، خب میگم اگه اینجوری تصور کنیم میشه که حرکت داره از این، ببین یه تصوریه که من فرض کنم اینا دارن حرکت میکنن، بعد حالا این یه دفعه ثابت میشه، خب این تصور سختریه از این که فرض کنم همه ثابتن، این که ورودیه شروع میکنه حرکت کردن. اونم اگه درست تصور کنیم به نتیجه درست میرسیم، ولی بحث اینه که کدومش راحت‌تر میشه تصور کرد.
اولش باید فرض کنم همه اینا دارن حرکت میکنن نه ثابت باشه نه ما حالت گذرا رو میبینیم تعادل ما فرض میکنیم سیستممون به تعادل است که هر چیز ثابتی وجود داره اثرش از بین رفته باشه نه هر چیزی منظور هر مقدار ثابته نیروی ثابت هر چیزی که هست آره مثلا اگه اینو این ورش کرده بودن خب باید سعی میکردیم نوساناتش انجام بده برسه به حالت و چیز باید حرکت میدیم از اون به بعد رو بررسی میکنیم آره حالت گذره حالت بی اهمیت نیست حالت مهمیه خب ما هم تو کنترل اصلا حالت گذره برامون مهمه بررسیش میکنیم در این مورد هایی که یه مقدار ثابت وجود داره میگیم آقا اون مقدار ثابت خودش اثر خودش رو گذاشته تو سیستم تموم شده رفته یه جوری شیفت دادنه دیگه من میگم به جای اینکه رفتار سیستمم مثلا این معادلات باشه فرض کنید همه اینا رو با یه عدد ثابت جمع کنید تغییری تو رفتار سیستم نمیده درنچه بررسیش نمیکنه اگر M2 تکون بخوره آره این که حتما داره تکون بخوره چرا اینو همین سیستم هم که اگر M1 تکون نخوره خب به اینها نیروی وارد نمیشه درو ببین جا به جایی M2 به نسبت این با جا به جایی دو سر بی سه به نسبت این یکیه نمیتونه یکی نباشه مگر اینکه اینا تغییر شکل بدن تغییر فرم بدن که اصلا ما اونو بررسی نمی کنیم نه در روابط بررسی شده خود به خود خازن معادل چیه؟ جل خب مقدار اولیه مثلا برای خازن میشه ولتاژ درون خازن درسته؟ ولتاژ معادل چیه؟ سرعت معنیش اینه من فرض میکنم قبل از اعمال ورودی این جرم یا این جرم یه سرعتی داشتم واسه خودشون که این فرض نمی کنم ها. من فرض کنم سرعت ها صفر وگرنه نمیتونم بررسیش کنم ورودی رو به چی وارد کنیم؟ ورودی رو همین جا به جایی به فنر کار نه نه به شرقی این دیگه استکاکو این همین باشه نه حالا یه حالت عشق اینه که اینو بیاییم بذاریم رو این نه قبول ندارم نه اصلا هیچ فرقی نداره دیگه این قراره که این استکاک نداشته باشه یعنی حرکت این هیچ تأثیری از این سمت روی این نداره از اینجا فقط تأثیر خب مثل اینه که اینو حرکت خب سرعت مطلقش رو به دست میاری میشن با اونا رو میذاری اینتون دو سرعت نسبی و مطلق به دست آوردن که خیلی کار راحتیه آره جا به جایی های خب صبر کن بذار بعد از کلاس من فقط یه چیزی رو بگم بهتون
که جلسه پنجشنبه یه دفعه بریم سر سیستم های دورانی. ولی شما اینجا می توان با استفاده از گراف گذر سیگنال تا به تبدیل مورد نظر به هر چیزی که هست محاسبه کرد. در مورد پروژه هاتون من گفتم که بریم سیستم های یه سیستمی پیدا کنیم. خب این یه مثال از یک سیستمه، من حلش نمیخوام بکنم، فقط میخوام ببینم که میخوام یه نمونه بدم که ببینیم که باید دنبال چه جور چیزایی باشیم. فرض کنیم مثلا یه جاده رو در نظر بگیم، خیلی اغراق شده است این جاده. خب و یه ماشینی که تو این جاده داره حرکت میکنه، در واقع یک تایره به وسط این تایر یه مجموعه فنر دمپر وصله که همون بهش میگم همون فنر ماشین و کمک فنر ماشینه. و این میاد وصل میشه به اتاق. هدف اینها اینه که شما وقتی در یک جاده غیر هموار حرکت میکنین، جا به جایی اتاق یعنی جا به جایی سرنشین صفر بشه. مهمتر از جا به جاییش سرعت تغییر، چون از یه چیزی که سرنشین اذیت میکنی یه دفعه بالا رفتن یه دفعه پایین اومدن. یعنی اگر اینو X و V در نظر بگیریم، ما میخوایم این مجموعه رو یه جوری بذاریم که این ویه تا اونجایی که میشه مستقل از اقتشاش صفر بشه. حالا اینو با استفاده از همین مدل سازی ساده، فقط باید حواستون باشه که لاستیکی که باد داره معادل یه فنره خودش، از رفتارش هم میتونیم ببینیم دیگه. راستی که اگه جمعش کنی به هر طریق ولش کنی خب میپره. این معادل یه فنره. بعد اینو میشه مدل کرد، این میشه خروجی، مثلا وی میشه خروجی مطلوب که قرار صفر بشه، این میشه ورودی اختشاش. این یه مثال. خیلی بخواییم ببینید میشه مدل رو بهترش کرد. چرخ رو با جرم در نظر بگیریم که واقعا هم جرم داره، یعنی این میشه این یه جرم اینجاست، بعد جرمه با فنر وصله بزنیم وصله به اون جایی که اختشاش وارد میشه. خب میام از این. خب حالا اونایی که سوال داشتن میتونن سوالاشون رو بپرسن. چی؟ نیروی بین M2 و B3 نه چرا باید صفر باشه؟ نه ببین، چون این B3 میتونه جا به جا بشه، خب اون نیرو نباید صفر باشه. ولی یه چیزی هست، نیرویی که M2 به B3 وارد میکنه با نیرویی که B3 به M2 وارد میکنه باید یکی باشه. اصلا ما در واقع از همین هم استفاده کردیم.
خب دیگه کادا و ویدوم جا بشه متفاوت کادا و ویدوم آره 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 با شما اگر من فرانسوی یه جوری سرعت داریم که نه اون باز که برفتی سر خونه اوله نه ببین بحث اینه که اگه این رو مقید در نظر بگیری فرض کن این توی باکسی اصلا هیچ طرفه نمیتونه جابجا بشه خب کایک و بی یک راحت جابجاییشون میتونه با هم متفاوت باشه نمیذاریم آره ما داریم مسئله اینجوری بررسی نه این برای داری میگی نه این برای داری میگی این برای که میشه یه کم اصلا یه سال حالا بریه میخواد که دونه هم یه سال جا بجا میشه نه به اندازه کم تره جا بجا میشه جا بجایی مجموعی طرف ما 3 سال و دونه 2 سال جا بجایی مجموعی این طرف ما 3 سانته آها خب اون میشه شتابی که جرم ام یک میگیره یه طرف شده بیشتر نمیذاریم آها اتفاقی که میافته حالا فهمیدم از تو ام دو تکون میخوره